اگر آدمی هستی که به صورت منظم سبزی میزنی و سبزی میخری و سبزی دود میکنی، مسلماً موقعی که این پست به چشت خورد شخ 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 گوشی رو سلاخ داشتی میکردی که ببینی قوی ترین نژادهای علف توی دنیا چه نژادهایی هستن، که شاید مثلا بخوای بری تستشون کنی، گرچه ما اصلا پروموت نمی‌کنیم و توصیه نمی‌کنیم مصرف هیچ چیزی که قراره شما رو وابسته خودش کنه. اما خلاصه میخوام امروز بهتون در مورد 7 تا از قوی ترین نژادهای دنیا صحبت کنم. اول از همه لازمه بدونید که گل دو تا کامپوننت یا دو تا ماده مؤثر اصلی داره، THC و CBD. CBD چیزیه که بیشتر خاصیت درمانی داره و بیشتر میدونی شما رو ریلکس میکنه، شما رو آروم میکنه، دردهای شما رو کاهش میده و از اینجور مسائل. اما THC چیزیه که وقتی تو میزنی دفعه بوف ساجی تو فضام، بوف ساجی این چه سمی بود، بوپس حاجی زنگ میزنی ساقیه میگی واو حاجی حلالت باشه، اینا همه این ریاکشن هایی که اتفاق میفته به خاطر THC. THC اون چیزیه که تحریک میکنه و محرک سیستم عصبی شماست و شما هایی میشی. برای همین امروز میخوام بهتون چیزایی رو معرفی کنم که درصد THC شون خیلی بالاست توی دنیا، که معمولاً بیشترین نژادی که در این درصد رو داره 30-40% هستش، که حالا به موقعش به اونا میرسیم و بهتون معرفیش میکنم. برای همین حتما در ادامه این پست با من باشید، چون قراره پشماتون بریزه از اینکه این گلها چه خلوصی قراره داشته باشن. لطفاً در ادامه با من باشید، برو که بریم. خب سلاتی، کمربنداتون رو ببندین، لایکم اگه وسطش دوست داشتین بکنین و شروع میکنیم با شماره 7. داربن کوش. داربن کوش از ترکیب داربن و اوجی کوش حاصل میشه و 25-27% خلوص THC این گله. این نژاد به این معروفه که خیلی احساس شادی و انرژی به شما میده و همچنین برای ریلکسیشن هم مفیده و استراب شما رو کاهش میده. شماره 6، بنانا کوش، که از ترکیب اوجی کوش و نژاد بنانا حاصل میشه و حدوداً 27% خلوص داره. این نژاد مزه موز میده، چه باحال، فرض کن مزه موز بده، مزه موز میده و انرژی شما رو خیلی بالا میبره و برای کسایی که میخوان برن باشگاه و بدنسازی قبلش این نژاد رو بزنن خیلی توصیه میشه. شماره 5، بلو واکر. بلو واکر هم همون میزان، یعنی 27% خلوص داره، یعنی 27% THC داره و خیلی برای کسایی که دنبال مدیتیشن کردن و ریلکسیشن کردن هستن توصیه میشه. شدیداً نژادیه که شما رو آروم میکنه و ریلکستون میکنه. شماره 4، چاکلت اوجی. چاکلت اوجی از ترکیب دو تا نژاد ترو اوجی و چاکلت رین حاصل میشه و حدوداً 28-29% خلوص داره. شماره 3، 99 پرابلمز. این نژاد از ترکیب وایت 99 و استار داگ حاصل میشه و 29-30% خلوص داره. مزه توت فرنگی میده و توی مثلا توی آمریکا دیدی کاتالوگ داره هر نژادی و اینا. این نژاد به کسایی توصیه میشه که تازه میخوان گلبازی رو شروع کنن و میخوان خیلی هایشن و لذت خیلی بالایی ببرن و احساس یوفوریا و انرژی خیلی بالایی داشته باشن. به این افراد این نژاد توصیه میشه. شماره 2، پکمن اوجی با 29% خلوص. این نژاد مزه لیمو میده و اثرات درمانی بالایی هم برای درمان استراب، افسردگی و دردهای مزمن بدنی داره. و شماره 1، گریس مانکی با 31% خلوص. این نژاد از ترکیب گوریلا گلو و کوکیز اند کریم حاصل میشه. مزه وانیل میده و خیلی شما رو های میکنه و برای درمان بیخوابی، دردهای مزمن و حالت هوای بعد از شیمی درمانی
توصیه میشه. خیلی ممنون که سلاطین تا اینجا با ما بودین و با من بودین. لطفاً شما هم اگه نژادی رو میشناسین که خیلی نژاد سمیه، چون به نظر من نژاد به رنگ، یعنی اون درصد خلوص به رنگ ربطی نداره. تجربه‌ای که من دارم اینه که ما یه بار رفتیم از یه دیلری سه تا علف مختلف گرفتیم، یکی رنگش سبز بود، یکی قهوه‌ای بود، یکی بنفش بود. خدا شاهده ما پشمامون ریخته بود، قبل از اون بنفش و قهوه‌ای ندیده بودیم. گفتیم بیاین بنفشه رو بزنیم، الان میترکیم. بنفشه رو زدیم سلاطین، هیچ کار ما نکرد، یعنی خدا شاهده خیار به نظر من تو خود خیار رو سرش رو یه آتیش بزنی بکشی از اون بیشتر هایی میشدی. بعد گفتیم قهوه‌ای رو بزنیم، تا حالا قهوه‌ای نزدیم، قهوه‌ای خوبه. قهوه‌ای رو زدیم، هیچ کار نه، یعنی هیچ کار، حتی مورمور هم نشد بدن ما. خواهر تو ساقی، اون چی بود به ما دادی؟ مادر تو. واقعا بعضی ساقی ها حروم زادن مادرشون، و بعضی هم که حلال خورن، یعنی یه چیزی میدن تو پشمات میریزه. تا اینکه آقا ما سبزه رو زدیم، دیدیم سبزه با ما یه کاری کرد. برای همین نظر شخصی من اینه گول رنگش رو نخورین، شما روی نژاده فوکس کنین. و اگه نژادی رو، چون من میدونم مثلا اوجی کوش و افغان کوش تو ایران هستن، خدایش چیزای خوبی هم هستن، یا مثلا لیمون هیز بدک نیست. خب اگه شما مثلا نژادی رو میشناسین که خیلی نژاد خوبی بوده و خیلی حال داده بهتون و خیلی شما رو هایی کرده، حتما توی کامنت ها بگیم. و در نهایت میخوام بهتون بگم من اصلا توصیه نمی کنم، چون هر چی به شما لذت، شما مثلا میای بالاترین رو میزنی، بیشترین لذت هم میبری، ولی بازم خودت میدونی که دیگه بدن لعنتی بدترین چیز بدن و همزمان بهترین چیز بدن اون عادت کردن است. یعنی تو لذتش رو که میبری، بعد یه ماه بدن عادت میکنه و دیگه نمیدونی چی کار کنی. بابا دارم مثلا گریزمانکی میزنم، دارم اوجی کوش میزنم، دارم افغان کوش میزنم، چرا دیگه منو نمیگیره؟ اینه که دادم دوست داره گریه کنه بابتش. عاشقتونم، بارزی زندگی بدور از وابستگی برای تک تکتون. لطفاً اگه سابسکرایب میکنید، تو رو خدا بچه‌ها کامنت بذارین، چون تو یوتیوب فارسی داره سابا بد میریزه، برای همین حتماً یه کامنت انگلیسی بذارید، زنگولرم بزنید که دیگه میمالم همه جاتونو. عاشقتونم، دوستتون دارم، تا دیدار دیگر. آه Shots no chasing, we cranking up the basement. Hide in the graves of the kids who went to space. Can't beat so hard to make your motherfucking face cramp. Fuck dancing, we gon' turn this party to a wasteland. Rock spit popping out, pride pop a socket. If you think I'm finna stop, you should probably check your optical smosh. Motherfucker, know that shit ain't optional. Someone better end up in the motherfucking hospital.